بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی حزب الله تلاوی و حیفا رو با موشک از صبح داره شخ میزنه خواستم اون رو تحلیل بکنم که میذارم برای برنامه بعدی انشالله این برنامه خیلی مهم بود گفتم با هم دیگه یک کم کیف کنیم بریم بریم کارشناس های درباره نفوذ ایران در اسکاتیل چی گفتن جنگ اطلاعاتی که در شک و تردید زیادی وجود نداره دوباره در همون حیفا میدونیم الان شش نفر رو به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی دارن محاکمه میکنن ب... هفت نفره این گفت 6 نفر نمیدونم چرا یه نفرشو کم کرد به هر حال یک نگرانی هستش که مطمئنم در اسرائیل هم بسیار جدی تلاش های جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش از جمله حزب الله برای نفوذ به سیستم های کامپیوتری اسرائیلی ها فارغ از اینکه تا چه اندازه موفق باشن بله و اگر وقت بود در آینده من دقیقا فعالیت های جاسوسی رژیم ایران رو در اسرائیل براتون دونه دونه خواهم داد این تلاش از سالیان پیش شروع شده و روز به روز حرفی تر میشه و الان اعتراف کرد که ما روز به روز بیشتر داریم نفوذ میکنیم تو اسقاطیلی ها و اینا رو نگران کرده روز به روز حکومت ایران به دستاوت های جدیدی نائل میشه که نه. نمی... آفرین فقط فشار نخور سکته میکنی به ازدرا که راد نمیدن کجا همونجا یه جا دفنت میکنن یه همین هفت نفری هستن که در حیفا یعنی بخش شمالی اسرائیل و شهرک های حیفا حیفا واقعا میگم ها حیفا حیفا رو حیفا حیف نون حیفا 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 بالاخره حیفا 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 کدومه اطرافش بازداشت شدن همشون مهاجران تازه وارد از جمهوری آذربایجان هستن ببین دیشب هم گفتم تاکیدشون روی جمهوری آذربایجان میخواد ذهنها رو ببره به سمت و سوی دیگه ای اما الان یکی دیگه از کارشناساشون قشنگ میاد با لودر از همه اینا رد میشه یعنی میخوان ربطش بدم به مذهبی و اسلامی و فلان و اینا یک کارشناسشون قشنگ میاد بولدوزر رو روشن میکنه میاد از روی اینا رد میشه با خاک یکسانشون میکنه و یک پدر و پسر در بینشون هست و یک پسر 16 ساله رو حتی عامل جاسوسی رژیم ایران به ترکیه دعوت کرده بود باش 16 ساله ازتون جاسوسی کرده بعد ابر شما آخه بچه 16 ساله بهتون نفوذ کرده بعد میاد جلو دوربین از دستاورداتون صحبت میکنید دیشب منابع لبنانی گفتن که اسقاتیل داره مرغداری رو بمباران میکنه مرغداری ببین کار به کجا رسید انقدر به اینا فشار آوردن این فشار باعث شده که اونجا مرغداری رو بزنن شاید در ظاهر خندتون بگیره بگید اینا چقدر فلان نه اینا از قصد داره وقتی داره به منابع مالی حزب الله ادعا کنه میخواد حمله کنه وقتی به صنایع غذایی حمله میکنه وقتی به کشاورزی حمله میکنه یعنی تو حوزه نظامی هیچ دستاوردی نداره پدر پدر جد اسقاطی رو بر بچهای حزب الله دروردن اما وقتی میره به اون مرغداری و دامداری و زمین کشاورزی و چه و چه حمله میکنه یعنی کار خیلی براش سخت شده فکر میکرد اینجا هم قزه است بیاد دو روزه بگیر و تمام نه کمین هایی که حزب الله براش گذاشته داره گرفتار میشه و چون فشار روش زیاده یه کار کنیم مرغداری رو میزنیم معیشتتون رو ما هدف قرار میدیم که تو تنگنا قرار بگیرید اوضاع اقتصادی لبنان هم که زیاد جالب نیست تو این دو سال اخیر هم که دیگه خبرش به گوشتون رسیده پس مردم تحت فشار قرار بگیرن حزب الله رو تحت فشار قرار بدن که اون قطنامه 17 رو بپذیره برگرده پشت رودخونه لیتانی ولی کور خوندید کور خوندید ادامه شما ملاقات کرده بود اطلاعاتی جمع و به حکومت ایران فرستادن بسیار خطیر و خطرناک بوده پس اطلاعات مهمی از شما به بیرون درس کرده تو وعده صادق یک و دو میگوتی نه چیزی نشده جایی نخورده اصلا اینا پایگاه نظامی نبوده تعطیل بوده فلان بوده بعد معلوم شد نه اتفاقا تعطیل نبوده خیلی هم فعال بوده ترورها های تروریستی رو از اونجا انجام میداده این اطلاعات به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده به هر طریقی حالا ما تایید نمی کنیم از طریق جاسوسا بوده ها به هر طریقی این اطلاعات رسیده به جمهوری اسلامی ایران و قشنگ با موشک های نقطه زن جوری زده الان بهتون فشار اومده این کلمه فشار رو تو ذهنتون داشته باشید جا بیفته براتون و گفته میشه که برخی از این اطلاعات رو رژیم ایران مورد استفاده قرار داد در حمله موشکی اول اکتبر که بتونه دقیقا به برخی از پایگاه های نظامی و اماکن حساس حمله کنه اولا تو وعده صادقه یکم ما نباتیمو زده بودیم جوک نگو اینکه که بهتون میگم همه اطلاعات از این طریق نیست تازه اگر این جاسوس ها تایید بشه خبرش هفتا جاسوس و فلان ما تو وعده صادقه یکم نواتیم رو زدیم اتفاقا ما همون موقع برنامه داشتیم نشون دادیم گفتیم آقا اینا جنگنده منگنده هاشون خورده یه دمی گفتن نه بعد نقشه رو بردیم. نشون دادیم آچمت شده بودن نمیدونستن چیکار بکنن الان داریم یکی در حمله اول اکتبر نه خیر. تو اون وعده صادقه یکم ما نباتی زده بودیم یکی دو تا پایگاه دیگه تون هم زده بودیم حتی اون پایگاهی که تو جولان بود پایگاه جاسوسی بود هیچ کس اصلا نمیدونست اینا مونده بودن که جمهوری اسلامی چطور اونو زده الان فشار بیشتر میخورن و آخرین فاجعه ای که در اسرائیل رخ داد و اون اصابت یک پهپاد به سالن غذاخوری یک پادگان سربازان مشقی در اسرائیل بود که شش تا کشته و بیش از شست نفر زخمی داشت این تصور وجود داره که اطلاعاتش را همین گروه جاسوسی به ایران بخابره کرده بودن اه. الان دروغشون معلوم میشه چجوری اس ها گفتن این سی سی و پنج پیش بازداشت شدن این جاسوسا حزب الله یه هفته نیست اون پادگانو زده یه هفته اون جاسوسا 28 روز قبل اطلاع داشتن که تو چه ساعتی کجا جمع میشن جوک داری میگی برای همینه که من به تمام اطلاعات که اینا میدن خوشبین نیستم در لابلای این خبرهایی که میدن یه سری اهدافی رو دنبال کنن در ادامه به یه نمونه اشاره میکنم بریم کارشناس پدیر رو ببینیم سبتی چقدر حائز اهمیت هست که سرویس های اطلاعاتی اسرائیل که بالاخره یکی از قوی ترین های قوی های خب جهان شناخته شده هستند چنین نفوزی هایی پیدا میکنند که اطلاعات رو به ایران درس میدن سلام به شما و بینندگان بله واقعا تعصف آوره که در کشور اسرائیل حویله اینجور ادهی پیدا میشن و در این اواخر چندین بودن یک دو سه نفری که از افراد مذهبی بودن ما... ببار صدا تو اینجوری بخواد به مذهبی هم حمله کنه اسقاطیلی بودن یهودی هم بودن مسلمون که نبودن حالا میتونی بگی مثلا مذهبی های یهودی اون یهود تعریف شده ولی به مذهبی های این برای نمیتونی به خب داشتیم. الان این خانواده رو داریم و کسان دیگه ای بودن ببینید در هر موردی بالاخره هیچ سیستمی تکمیل نیست بالاخره یک درزهایی هایی یک شکاف هایی پیدا میشه درز با شکاف خیلی فرق داره ها مثلا سوراخ سوزن با ورودی قار خیلی فرق میکنه که جمهوری اسلامی بر اون شکاف ها عمل میکنه همونجور که ما دیدیم حماس مثلا روی اون اختلاف نظرهایی که در جامعه اسرائیل بود در سال 23 رو اونها حساب کرده بود و به خاطر این حمله رو اون موقع کرد همینطور جمهوری اسلامی میگردن دنبال یک عده ضعیف مثلا از نظر مالی یا از نظر رابطهشون احساسشون مثلا به کشور چرا میگن کشور طویله بگو یاد بگیری عادت کنی اون ضعف مالی که میگی خب ساپورتشون میکردی حمایتشون میکردی دیگه بهشون میرسیدید مثل ما مثلا کمیته امدادی چیزی داشتید بهشون رسیدگی میکردید که مجبور نشن این کارو کنن از اون طرف داری میگی ارق ندارن به اسقاطیل خب معلومه که ارق نداشته باشن بابا جان اونجا به دنیا نیومدن بچه اونجا نیستن که اونجا اسمش فلسطینه فلسطین اشغالی اشغال کردید غصب کردید به خاطر اینکه از ای یه جای دیگه اومده مثلا نخست وزیرتون نتانیاهو لهستانیه خب این معلومه که دیگه اون شهروند عادی که مثلا از کشورهای آفریقایی اومده از اروپا اومده از آمریکا یا کانادا اومده اون دیگه اصلا ارق نداره شما باید فکر این روزا رو میکردید حالا یواش یواش به قول شهید سید حسن نصرالله عزیز تعداد بیشتری اطلاعات خواهند داد یکی از اهداف اسقاطیلیا از اینکه اینو تو بوغو کرنا کردن آقا هفتو نمیدونم جاسوس فلان رو گرفتیم و اینا اینه که به شهروندانشون پیام بدن که در سانسور اطلاعات کمکشون کنن نظر این اطلاعات بیرون درس پیدا کنه به نوعی التیماتوم یه هشدار که ترس رو بندازه تو دلشون ترس بیفته به جونشون دیگه اصلا اطلاعاتی رو بروز و ظهور ندن یه سری از این فیلم هایی که میاد بیرون اگر دقت کنید خصوصا عملیات هایی که ازبالله انجام میده دوربین های خود اسقاطیلی هاست، یا با گوشیشون یا دوربین مداربستشون اینو میدن بیرون اگر دست ارتش اسقاطیل باشه دست موساد یا شاباک باشه اینا به هیچ عنوان اجازه نمیدن که منتشر بشه به شدت بایکوت و سانسور میکنن پس یکی از اهداف مطرح کردن دستگیری هفت جاسوس ایرانی در اسقاطیل اینه که به اون شهروندانشون بگه که حواستون باشه شما مجازات میشید اگر بخواید این کارو بکنید عکس و فیلم اینا نفرستید تو شبکه‌های اجتماعی وگرنه نه رو میگیریم خب کار خودشونو میکنن شما هر چقدر هم که بخوای ادعا کنی ما قوی هستیم و فلان هستیم اینجوری میزنه بیرون یا دلیل های دیگه ای شاید برای هیجان میخوان به یک همچین کارهایی دست بزنن ولی چیزی که خوبه که آخر شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل همیشه به این موضوع ها پی میبره به خاطر اشرافی که داره به خیلی اطلاعات نه بابا راست میگی اون گننسوه بود وزیر انرژی اسقاتیل وزیر انرژی اسکاتیل برای جمهوری اسلامی ایران جاسوسی میکرد شباک خیلی قویه زود میره بررسی میکنه پیدا میکنه آره اروا شکمت اون گونسگف امه من بود نه وزیر انرژی اسکاتیل برید تو گوگل بزنید گونسگف برای ایران جاسوسی میکرد اونم نه یکی دو روز و یه هفته و یه ماه و یه سال بهت ببینید چقدر اطلاع داده رفت آمد مردم به خارج اه اه مثلا یک حکول دار شدن یک عده براش خیلی مشکوک هست. چیزهای دیگه که هست که اینها در طول مدت تحت نظر میگیرن و گاهی وقتا واقعا اینجوری دیر میشه ولی بالاخره اونها رو به دست میارن چیزی که واقعا تاسف آوره اینها در واقع به خونه خودشون به منطقه خودشون حتی ضرر زدن و جمعآوری اطلاعات کردن از اون پادگانهای اون منطقه که بعد از اونها دفاع میکردن دیدی گفتم یکیش همینجاست یعنی تو سانسور باید مشارکت میکردی چرا این تصویر از پادگان موشک های ایران که تق تق پشت سر هم میخوره فیلم گرفتید فرستادید نکنید از این کارا اونو چجوری میخوای پیدا کنی وضعش خوب شد خوب میری پیدا میکنی اینو چجوری میخوای پیدا کنی پدرتون در مده. یعنی این اعتراضات یه بخشیش در قالب همین انتشار جلوگیری از سانسور رو خواهد داد یه واس اعتراض اینه که بیاید تو خیابون تظاهرات کنی یه واس همین فیلم رو میفرستن این بر بر. حالا اولشه جریاناتی هست تو اسقاطی سب کنید و واقعا این اطلاعات رو در دست اونها گذاشتن و یک مطلب دیگه که این موضوع دو سال ادامه داره پس چجور جمهوری اسلامی میاد میگه من در هفت اکتبر دست نداشتم در جنگ بعدش دست نداشتم این خودش نشون میده چقدر اطلاعات از جمهوری اسلامی به حماس و به حزب رد شده اگه اینی که میگی درست باشه باید فقط فشار بخوری هیچ راه دیگه ای نداره دیروز یا پیروزم بود یه پماد معرفی کردم برای کسایی که به این روزگار مبتلا میشن پماد تتراسایکلین 3 درصد تو داروخونه ها موجوده 3 درصد بگیرید و موزه هم بگیرید آقای فرهمند خب مثلا در مقایسه با بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا فضای اطلاعاتی اسرائیل خب نسبتا بسته تر هست داده. یعنی نفوذ بهش خیلی سخت داره، خیلی پیچیده تر هر کس این کارو کرده ای والله داره دمشگر باید بهش بگیم اگر جمهوری اسلامی ایران این هفته جاسوس رو استخدام کرده الان باید تمام قد بیستی تعظیم کنید در برابر عظمت ملت ایران خصوصا بچه های بالا سربازان گمنام امام زمان عجل الله تالا فرجا شریف که تونستن تو این سیستم بسته نفوذ کنن و جالبتر اینه که این کارشناس الان یه اطلاعاتی میده که مخ بعضی ها باید سوت بکشه که اینا یهودی بودن اینا حتی بعضی هاشون ایرانی هایی هستن که تو مجلس اسقاطیل هستن یهودی ببین نه بوده نه با ایران رابطه خوبی داره اینا خیلی نکات مهمی ها گوش بدید کسانی که دسترسی دارن کمتر مهاجرت از جاهای دیگر به خصوص برای غیر یهودیان خیلی محدودتر هست چقدر های اهمیته که در چنین سیستم نسبتا بسته تری در مقایسه با بعضی از دشمنان دیگر جمهوری اسلامی مثل ایالات متحده آمریکا ایران همچنان میتونه نفوذ کنه خب دقیقا با همین اوصافی که شما کردید واقعا خیلی کار سختیه که بشه در اسرائیل برای هر سازمان اطلاعاتی خارجی جاسوس سپتام کرد و این خودش یه دستاوردی برای ایران که تونسته این کار رو بکنه پس ایولا داره جمهوری اسلامی ایران دمش گرم نازش هستش دهن شما رو آسفالت کرده بار اول هم نیست سال که هر از گاهی خبری منتشر شده از اینکه کسی در اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران گرفته انه. من یادم میاد یک موردش شهردار یکی از شهرهای شمالی اسرائیل بود شهردار شهر شمالی چیه دارن؟ بهت میگم گوننسگه وزیر انرژی اسقاطیل جاسوسی کرده برای ایران وزیر خب و جالب این استش که اینها من تا اونجا که دنبال کردم همشون هم یهودی بودن یعنی شاید برخی تصور بکنن که ممکن از میان مسلمانان عربای اسرائیلی که احتمالا راحت باشه انگیزه بیشتری داشته باشن برای کار جاسوس از میان اونها جاسوس گرفته شدن ولی اینطور نبوده الان کوبی تو دهن سپتی کارشناس قبلیه بود و فروشی که رفته اونجا داره برای اسقاطیل دوم تکون میده قشنگ کوبی تو دهن اون که بخواست که مذهبی و فلان اینا بشه به مسلمان و اینا الان میگه نه یهودی ان اتفاقا میانه از میان در واقع خود یهودیان بوده و یهودیانی که حالا من این هفت نفری رو که گرفتن نمیدونم جزئیاتشون رو و در مواردهای قبلی یادم نمیاد که بینشون کسی هم بوده که ایرانی تبار بوده باشه و مثلا تونسته باشن از طریق ارتباط با خویشاوندانش یا احتمالا خودش در بیرون از اسرائیل عضوگیریش کرده باشند و خب نفوذ به داخل اسرائیل کار در مورد اینها ظاهرا اینها آذری تبار بودن مال جمهوری آذربایجان بودن میشه حد زد فقط در حد حد که شاید ارتباطاتی با این بر مرز داشته باشه الان اینجا میخواست یه ذره اون فشاره رو کم کنه که بگه آره اینا باکویی بودن و اینا بعد با ایرانی ها ارتباط گرفتن این وسط مثلا جاسوس عذاب دارمدن نه الان جوابشو بشنو آذربایجان یک سری یهودیانی داره در شمال این کشور که فکر میکنم بهشون میگن یهودیان کوهستانی یک انشین عنوانی که یک زبانی هم که صحبت میکنند یک گویشی از فارسی صحبت میکنن و اتباقا جالبه که از همین یهودیانی که اعتبارشون از شمال جمهوری آذربایجانه یک نماینده هم هست در مجلس اسرائیل آقای سپتی شاید بیشتر بشناسه ایشونو که به شدت هم ضد ایرانه و اون کسی هم هست که هر وقت که میخوان بگن که کسی طرف از تجدید طلبان در ایران حمایت میکنه نمونهش رو این آقا رو میارن که الان قشنگ اینجوری گل گرفت و محکم با مش گذاشت دهنش گفت حرف مف نزن یهودی ضد ایرانی چون با خیلی روابط نزدیکی داره با گروه های قومی ایرانی و تبلیغ میکنه این مسائل رو و هر حال همین که اینها ایرانی تبار هم نیستند هم خودش بازی یه نکته یعنی که تونسته ایران بره از کشورهایی که از بیان جمعیتی که هیچ ربطی هم به ایران ندارند عضوگیری بکنه معمولا خب سازمان های جاسوسی برای عضوگیری دو تا اهرم یا ایدئولوژیک دارند یا مالی یعنی افراد یا به دلیل انگیزه های مثلا شوروی از میان افراد کمونیست های کشورهای مختلف یارگیری میکرد خود ایران هم خیلی از کسانی که ممکنه عضوگیری کرده باشه برای کار اطلاعاتی به دلیل علقه و وابستگیشون به ایدئولوژی جمهوری اسلامی باشه ولی این در مورد اسرائیل این هم صادق نیست این یعنی افراد مشخصه که انگیزهشون شون نمیتونه ایدئولوژیک باشه قطعا احتمال زیاد جز انگیزه مالی نبوده و رقم هایی هم که گفته شده برای اسرائیل خیلی رقم های هنگفتی نیست یعنی ده هزار و صد هزار درسته که حالا به نظر بزرگ میاد ولی برای کشور گرونی مثل اسرائیل خیلی رقم چشمگیری هم نیستن یعنی تو طویله به اسم اسقاطیل هم اینا مثلا صد هزار تا هم بهشون بدن رقم چشمگیری نیست که ارزون فروخته یعنی ارزش شما همینقدر بوده ارزش که ندارن ولی خب حالا مثلا مبلغی که بهشون تعلق میگرفته اینقدر بوده مفت فروختن مثل خیار فروختن شنیدید میگن طرف مثل خیار آدم میفروشه اینا هم همین کاری کردن خیلی ارزون با قیمت نازل پایین من جالبه که افرادی با این رقمها اونجا این خطر رو جون خودشون خریدن و خب باز خیانت در اسرائیل هم مثلا با انگلیس و آمریکا بونه خیلی فرق میکنه چون انگلیس به حال شهروند اسرائیل بودن یک بار ملیگرایی قویتری داره به خاطر پیشینه و هویت این کشور تا مثلا شهروند آمریکا و انگلیس کسی باشه داره برعکس میگه حالا نه اینکه اونا هم زیاد جالب نیست وضعشون ها ولی تو همین اسقاطیر که و طرف کل تاریختون یکی از بچه های کانال یه کامنتی نوشته بود من دو ساعت داشتم میخندیم نوشته داره وطن ما چند تا درخت داریم حالا نوع میوه و ایناش هم نوشته بود خاطرم نیست دقیقا میگفت عمر اینا از اسقاطیل آمریکا بیشتره حالا اسقاطیلو اینا رو مثلا میشه گفت که یکی از درختاشون منظورش بوده مثلا 80 سال بوده 100 سال بوده آمریکا رو مثلا 4 5 تا درختاشونو گذاشته کناره هم مثلا شدن 300 سال باز از آمریکا بیشتر بوده خب تاریخ شما مشخصه در چی دارید بگید ارق به چی ارغ به کجا اونی که تابعیت سومش اسقاطیله این دیگه چه ارقی میخواد داشته چه افتخاری میخواد داشته باشه یه چیزی بگو که آدم خندش نگیره و این اون خیانت کردن به این در واقع کشور هم خیلی سنگینتر باید باشه در اسرائیل و برای مردم این کشور خیلی نپذیرفتنی تر باشه بر حال این از لحاظ اطلاعاتی یک دستاوردی میشه در واقع امتیازی داد به جمهوری اسلامی که تونسته نفوذ کنه در اسرائیل سه امتیازی هم بوده اتفاقا بسکتبال دیدید دیگه سه امتیازی پرتاب سه امتیازی این از اونا بوده فشار بخورید تا برنامه بعدی یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون